بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بل عن اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام و عاشقان حسینی، آهسته آهسته کربلا مملو و زائر میشه، زائرانی که در حقیقت میشه اینطور تعبیر کرد به تبعیت از آیه السابقون السابقون اولئک المقربون، زودتر از بقیه خودشون رو به کربلا رسوندن تا قبل از در حقیقت مشایه اربعین و اون ازدحام جمعیت، ابتدا یک دل سیر با آقا امام حسین علیه السلام خلوت بکنند و در بین الحرمین سعی عشق و معرفت کنند. کسانی که از سرتاسر دنیا جمع میشن و در کربلای معلا کعبه دلهای خودشون رو زیارت میکنند. انشاءالله که هرچه سریعتر شما عاشقان حسینی هم به خیل عظیم زائران آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام بپیوندید و با دل و زبان و دست و پا همه لبیک گویان به زیارت معشوق و ارباب خوبی ها آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام برسید. با برنامه سرزمین عشق از کربلای معلا از بهشت روی زمین مهمون خونه های شما خوبان هستیم تا بار دیگه پیام الهی و پیام ولایت اهل بیت عصمت و طهارت و دوری و براءت از دشمنان اونها رو در تمامی جهان فریاد بزنیم، باشد تا آن کسانی که دلی آزاده دارند و چشمشون و قلبشون هنوز غبار تعصب و عناد رو برنداشته، با شنیدن این پیام ها به حقیقت و راه راست انشاءالله هدایت بشم. اجازه میخوام از طرف شما و خودم خدمت کارشناس عزیز و ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ جواد خانی آرانی هم عرض سلام داشته باشم تا بعدش ان شاءالله بعد از خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. خداوند رسان ایام مهدی به حق جد و باب و مام مهدی. خداوند به حق ذات پاکت جهان را زنده کن از نام مهدی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان در سرتاسر عالم و توفیق همگان را از خداوند منان آرزومندم. در جوار آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام انشاءالله نایب و زیاره همگان خواهیم الهی انشاءالله. از فهم پس عرض ادای بکنیم به نیابت از بینندگان و برش شلو بارده در خشم بفتیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علیک و علی اخیک ابی الفضل العباس و على اولادك و اصحابك و المستشهدين بين يديك و رحمت الله و بركاته. السلام عليك يا ابا الفضل العباس. السلام عليك يا ابن امير المؤمنين و رحمت الله و بركاته. اگر این چند شب گذشته بیننده برنامه سرزمین عشق بوده باشید، حتما متوجه خواهید بود و در حقیقت میدونید که این برنامه در این چند شب گذشته با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین شیخ جواد
خانی آرانی که از اساتید حوزه و از در حقیقت نویسندگان در حیطه ولایت و امامت هستند و در حقیقت کتاب های هم از ایشون در این برنامه معرفی شد، در این چند شب با حضور ایشون موضوع ولایت و براءت رو در آیات قرآن مورد بحث و بررسی قرار دادیم و از فاتحة الکتاب یعنی سوره حمد که روزانه حداقل 10 بار توسط تمامی مسلمین خوانده میشه شروع کردیم به بیان آیاتی که اشاره مستقیم به ولایت و براءت داره، اونجایی که میفرماید اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. من در ابتدای برنامه درخواست میکنم از حاجی خانی که یک خلاصه مختصری از آنچه در شبهای گذشته بیان شد خدمت شما بینندگان عزیز ارائه بدن و بعدش بریم سراغ اون قسمتی که دیشب ناتمام موند و اون موضوع غلو بود که اتفاقا موضوع بسیار مهمی هست و باید مشخص بشه که قالی چه کسیه و غلو چی هست و هر حرفی که نسبت به اهل بیت اسمت زده میشه رو اتهام غلو و شخص گوینده رو متهم به قالی بودن نکنید. حاجی خانی در خدمتتون هستیم، استفاده. بسم الله الرحمن الرحیم. دعایی رو که تلاوت فرمودید به کمک روایات و بیان اهل تفسیر عرض کردیم، یکی از شقوق بسیار مهم از مطالبی رو که چه روایات چه اهل تفسیر فرمودن اعتدال بود. اعتدال گفتیم دوری از افراط و تفریط. وقتی ما درخواست صراط مستقیم داریم، فرمودن صراط مستقیم همون پرهیز از افراط، زیاده روی، پرهیز از تفریط یا کندروی. عرض شد اینها هم در اخلاق، هم در افعال، هم در عقاید کاربرد داره، چه بسا افرادی که در اخلاقشون یا بسیار بیخیالن میشه تفریط، یا بسیار حساسن از مرز طبیعی یا شرعی خودشون گام رو فراتر میگذارن، در مرحله افراط وارد میشوند. و شنیع‌تر از همه در بحث اعتقاده، حالا چه در باب ائمه چه در باب پیامبران یا اشخاصی که نه نبی بودن نه ولی بودن، اونها را از حد و مرز خودشون انسان فراتر و بالاتر معرفی بکنه. یه روایتی داریم از آقا امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جان عالم به قربانشون، حضرتشون فرمودن ان من تجاوز به امیر المؤمنین علیه السلام العبودیت فهو من المغضوب علیهم و من الظالین. خب همونطور که شبهای قبل عرض کردیم، نصاب رو فرمودن، شکاک رو فرمودن، یهود و نصارا رو فرمودن. این فرمایش آقا امام هشتم علیه السلام ناظر به همین غالیانه که اهل قلوب نسبت به آقا امیر المؤمنین علیه السلام نسبتهای بسیار سخیفی دادن که خود حضرت را به چندش می آورد این نسبتهایی که می دادن. او افتخارش به بندگی بود ولی او را از حد خودش بالا بردن و به مقام ربوبیت بعضن معرفی کردن. در روایات و آیات به وفور این را شما میتونید نگاه بکنید. یه روایت بسیار بسیار طولانی مجلس مباحثه آقای امام رضا علیه السلام با مأمون ملعون، سوالات بسیار بلندی داره مأمون نسبت به عصمت انبیا، تطبیقش میکنه با آیاتی که عصمت انبیا داره زیر سوال میره، دونه به دونه حضرت داره جواب میفرمان که هرگز عصمت انبیا قابل خدشه نیست.
عصمت مثل سد سکندر به جای خودش به عقیده ما محفوظه. و امام شدیداً از این طرفداری می‌فرماین مأمون وارد این سوال بشه که از آقا ابوالحسن اینجور سوال کرد: یا ابوالحسن بلغنی ان قوما یغلون فیکم. یه خبرایی به ما رسیده که بعضن و این مردم در باب شما پا رو فراتر گذاشتن و یتجاوزون فیکم الحد. امام علیه السلام در جواب این را فرمودن که پدرم آقا موسی بن جعفر از پدرانش، از صاحب این ایام آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام، که بالاخره یه جورایی ما در این ایام باید نام امام حسین و روایات این آقا مورد بحث و گفتگو قرار بگیره، آقا از باباش امیر المؤمنین علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا ترفعونی فوق حقی، بالاتر از حق من که رسالت هست، نبوت هست، نمایندگی از خداوند است، من را بالا نبرید. چرا؟ فإن الله تبارک و تعالی اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبی، یا قبل از اونی که خدا من را به عنوان نبی معرفی بکنه اول به عنوان بنده معرفی کرده. و این مشعره به این آیاتیه که نمونه یکی دوتا شمان عرض میکنم. به وفور در قرآن اونایی که با قرآن سر و کار دارن متوجه هستن که سبحان الذي اسرى بعبده نه به رسوله نه به نبیه نه اسم خاص حضرت، و این کمال حضرت بوده. بله. سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یا در سوره بقره آیه 23 و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فعتو به صورت من مثله. میشد اسم خاص حضرت بیاد. بله. یا علی رسولنا یا علی نبینا، نه علی عبدنا. یا آیاتی درباره انبیاء سلف علیهم السلام مثل آیه 30 سوره شریفه صاد در باب حضرت داوود و سلیمان و وهبنا لداوود سلیمان نعم العبد انه اواب. خوب بندی. عیناً همین در باب عرض بکنم حضرت ایوب نبی علیه السلام نعم العبد انه اواب. یا در باب حضرت نوح شیخ الانبیا علیهم السلام کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا و قالوا مجنون و ازدجر، تکذیب کردن عبد ما را. ما حتی در این نمازهای حداقل یومی که داریم شبانه روز عرض کنم 9 بار این تشهد را داریم میخونیم، شهادت میدیم به بندگی و اشهد ان محمدا عبده و رسول. یعنی همین که حضرت فرمود خداوند من را قبل از نبوت به بندگی اتخاذ فرموده. اون وقت متاسفانه در بعضی روایات انسان میبینه همون صدر اسلام به آقا رسول الله صلی الله علیه و آله عرض کردن السلام علیک یا ربنا. این خیلی عجیبه که خودش داره اقرار میکنه من بندم، السلام علیک یا ربنا. این عیناً همین به آقا امیرالمؤمنین علیه السلام هم و بعض ائمه مثل امام صادق علیه السلام نسبت داده شده که در بین مباحث انشالله عرض خواهیم کرد. از این مسئله که بگذریم، حالا اگر کسی مقداری با دید در حقیقت دقیق‌تر به این مسئله نگاه بکنه، خدا بارها و بارها
فرموده که در قرآن هم ذکر شده که لیس کمثله شیء، و اصلا سنخیت ذات خدا با سنخیت ذات مخلوق اصلا قابل قیاس نیست و قیاس هم الفارق هست، چون اصلا از یک سنخ و یک مرتبه. بله، این حمایت بزرگی بود از عرایز بنده از جانب شما مجری عزیز. یه بیانی داره، حقیقتا من گاهی آقا امیرالمومنین را صلوات الله علیه عرض میکنم امیر بیان، اینقدر این کلام مولا زیباست که بیچاره میکنه انسان را. فرمود اونهایی که ما را خدا فرض کردن ما را بزرگ نکردن، خدا را کوچیک کردن. همون اشاره‌ای که شما داشتید، در واقع اگر در ذهن مبارک شما باشه، صراط مستقیم رو شب‌های گذشته طریقی به معرفت خدا. اینا خدا نشناسن. دقیقاً، من که بین خالق و مخلوق تشخیص نداده. این تشخیص نداده بین خدا و مخلوق رو، همونطور که فرمودید. و اگر از این مرحله بگذریم، یا تشخیص داده نونش تو این حرف بوده. خب اون که دیگه اون تشخیص داده نونش تو این حرف بوده. بله. من میخوام از این طرف در حقیقت این بحث رو یک مقدار مختصر دقیق‌تر نگاه بکنیم و بعد شروع وارد بحث بعدی بشیم. کسی اگر واقعاً من درست بخواد نگاه بکنه، هیچگاه خدا رو با مقدرت خالق رو با مخلوق مقایسه نمیکنه و این جای هیچ گونه قیاسی نداره. ولی الان میایم در رتبه خود اهل بیت، یعنی هیچگاه نمیگیم که آقا رسول الله نعوذ بالله اعوذ بالله خدای عز و جل هست یا آقا امیرالمؤمنین خدا هست، به هیچ وجه این رو نمیگیم و قبول نمیکنیم. از این مرحله بیایم در حقیقت این رو کنار بگذاریم، توحید و وحدانیت خدا رو در جای خودش قرار بدیم. حالا بیایم در مورد اهل بیت عصمت و طهارت و ذات مقدس آقا رسول الله صلی الله علیه و آله بخوایم صحبت بکنیم. سوال من اینجا هستش، عقل بشر اصلا معنی قلوب یعنی چی؟ یعنی یک چیز رو بالاتر از سطح خودش معرفی کرده. سوال اینجا هست، آیا مگر عقل بشر سطح آقا رسول الله و سطح آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو میتونه درک بکنه که بخواد بالاتر اون رو معرفی بکنه؟ توحید رو گفتیم گذاشتیم کنار. جدای از بحث توحید، مگر من مصطفی بزرگان نیا خودم رو مثال میزنم، میتونم سطح مقام آقا رسول الله و آقا امیرالمومنین علی علیه السلام و آقا امام حسین علیه السلام رو بشناسم که بخوام حالا بیام در موردش قلوب بکنم و بالاترش بگم؟ این رو چجور؟ عرض کنم که تعریف از یه موجودی مثل آقا امیرالمومنین علیه السلام، ابتدا باید انسان به اون وجود مقدس هیته داشته باشه تا بتونه تعریف بکنه. این که از افکار ما بیرونه. خدا خیرتون. منی که آبشار نیاگارا رو ندیدم، به هیچ وجهی نمیتونم بگم مثلا طول و عرضش چطوریه، وجهش چطوریه، منظرش چطوریه. به تعبیری میگه ما از دور دستی به آتش نگه داشتیم. یه آبشاری ما شنیدیم، روی همون داریم مانور میدیم. وقتی انسان اون موجودی که اصلا قابل درک ما نیست و برای ما ناشناخته است، قهرن که ما نمیتونیم. نسبت هایی که دادن معمولا به جهت قلوب بیشتر روی همون بحث مقایسه با رب و خدا با رب بوده. حالا من چون فضایلش رو که نتونستم، حالا من میخوام از این بیان عقلی و منطقی دیگه، این بیان عقلی و منطقی هست، این نتیجه ارسن یک نتیجه میخوام بگیرم. اگر من توحیدم رو بگذارم جای خودش، توحید رو بگذارم جای خودش، هیچ کس رو با خدای عز و جل قیاس نکنم و بیام در حق اهل بیت عصمت و طهارت هر آنچه که بگویم قلوب نخواهد بود. چرا؟ چون خودشون میفرمایند که در حدیث در نزلون و عن ربوبیه و قولو فینا ما شئت. و این حرفی در حقیقت اگر من حالا بگم آقای امام حسین در پایین ترین حد، بازم نمیخوام خیلی باز بکنم، در پایین ترین حد بگم آقای امام حسین علیه السلام شفا میده، آقا امیر المومنین علیه السلام میتونه ماه رو به دو نیم بکنه، آقا رسول الله ماه رو به دو نیم میکنه، آقا امیرالمومنین علی علیه السلام با یک ضربه شمشیر هزاران نفر رو میتونه در حقیقت از پا در بیاره، با اون کاری که با عمرو بن عبدود کرد که خودش فارس هزار در حقیقت مبارز بود، هزار نفر. بله، خب اینها قلوب نیست. کسانی که میان اینها رو در باب قلوب میان و دستبندی میکنن، همونطور که شما فرمودید، اینها یک ریگی، یک چیزی اون دیگه تفریطه. اون برمیگرده به تفریط که فرمود ما رو فرو بیاورید از مرتبه ربوبیت
به بندگی ما قائل بشید، حالا دیگه قولو فی فضلنا ماشیتم. البته این ماشیتم را هم باید عزیزان من متوجه باشن که جعلیات نیست. بله. که خب خدا نیست ولی ده ببافید و بنویسید آقا چین. نه، یعنی اگر برای شما چیزهایی نقل کردن که به ظاهر در همون حد سنگینی میکنه، در همون حد مثال از جامعه احسن. مثل همون ارادت رد فی مقادیر الامور، شما الان این مسئله رد و شمس رو حتی بعضا نوشته هایی داشتن که مگه میشه این اتفاق بیفته. حتی دونیم کردن ماهی را که شما اشاره کردید، با اینکه مطلب قرآنی و برهانیه بعضا نمیخوان زیر بار بیان. اینی که اگر ما را از اون مرتبه خدایی شما آوردید فروتر، ولی ما از حد بشریت فراتر هستیم. اگر گفتن قائل بشید، قبول بکنید این میگم حداقلش این زیارت جامعه میشه صراط مستقیم دیگه. زیارت جامعه از شناسنامه اهل بیت هر چی برای بعضی آخه سنگین میاد ها آقا، که زیارت جامعه رو بخونه میگن نه این نیست، این درست نیست، این قبول. همون زیارت جامعه را هم که باز بخونه با اون دید تقصیری خودش داره باز نگاه میکنه. ده. ممکنه یکی نگاه بکنه باز از اون حد اعتدال بره بالاتر، که باز فرمودن اول الله اکبر بگید، نسبت الوهیت ندید به اینها. بله. از اون طرف این که داره میخونه این آقایون رو با یه عالم داره تطبیق مقایسه میکنه، مثلا دار از علامه بحرالعلوم بالاتر است. دید من اینجوری بله بله، برخی اینطوری قیاس میکنه، گفت کدام درسته یا کدام، گفت هیچ کدام، نه این درسته نه این درسته. اصلا بسیار عالی. خب حاجا ما پس راجع به بحث غالین فرمودید که اون مغضوبان علیهم و زالین در حقیقت همون غلات هستند. بله، یه شعبش همینا هستند. درست. بله، اثباتش نفی معادن یه قسمتشون همینا هستند. چرا؟ چون از طریق حق اینها خارج شد، عدول کرد. بله، عدول کرد. حالا در امت‌های قبل چی؟ یک چنین افراط و تفریط‌هایی بوده؟ قطعاً بوده، قطعاً بوده، و مخصوصاً بهترین مورد را ما از خود قرآن میتونیم بگیریم. من یکی دو آیه اتفاقاً روی همین موضوع یادداشت کردم براتون عرض میکنم. بسیار عالی. یکی در سوره نساء آیه 171، در سوره مائده دیگری آیه 77، و همچنین مائده آیه 116. آدمی ببینید گاهی چقدر بیچاره میشه. بله. که یا از جهت کج فهمی یا کج سلیقگی، گاهی بنده ای که خودش داره اقرار میکنه من بنده خدا هستم، داره داد میکشه نه تو خود خدا هستی. بله، راست جواب. گاهی نه به مرتبه خدایی که نه، به مرتبه پیامبری هم نه، داره توطئه میکنه اعدامش بکنه، نابودش بکنه. مثل یهود عنود که در صدد نابودی حضرت عیسی علیه السلام برآمدن و به تعبیر خودشون به دارش کشیدن. این آیه 171 را من عرض بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم. ای اهل کتاب، در دینتون قلوب زیاده روی نکنید. ولا تقولوا علی الله الا الحق، درباره خدا جز حق نگید، چون کنار خدا دیگری را هم گذاشتن. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم. عزیزان من مخصوصا قرآن که میخونن توجه داشته باشن، خدا هیچ پیغمبری را در قرآن نسبت به پدر یا نسبت به مادر نداده. مثلا بگه قال یحیی بن زکریا، ولی داستان یحیی پسر زکریاس آورده، ولی اینی که بگه یحیی بن زکریا ما نداریم. بعد معرفی پیامبر با پدر هیچ وقت ما نداریم در قرآن. یا مثلا نام پیامبر ما به عنوان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، فقط اسم تک ایشون اومده بدون اضافه به پدر. ولی در باب حضرت عیسی علیه السلام
حدود 23 بار در قرآن نام عیسی علیه السلام ذکر شده، 14 بارش نسبت داده شده، عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم. و میدونید در باب نسبت به مادر مخصوصا در عرب یه نوع تحقیره. بله. شما الان در همین زیارت عاشورا که نیمی از این زیارت عاشورا در واقع لعنوم است، پسر مرجانه رو که داره، خب همون عبید الله زیاده. بله. ولی ابتدا میگه ابن مرجانه. بله، این نکته باید محرز باشه. اگر مادر به کمال بود، اگر مادر به تمام بود، اون دیگه تنقیص نیست و اون کمال احترامه. مثلا در مورد آقای محسن یبن فاطمه، یبن فاطمه، بله، به حضرت مهدی علیه السلام ای پسر فاطمه. بله. چون مادر در کماله. بله. حضرت مریم هم همینه، باز او صدیقه است، او بزرگوار است، خدا او مورد استفای ذات پروردگاره. آخه بحث در اینه که چرا حضرت عیسی را در بین 124,000 پیغمبر شده عیسی ابن مریم تو قرآن. حالا در قرآن که بیش از 25 تا نام پیغمبر نیومده، ولی همینایی که اومده هیچ کدوم نه به پدر نه به مادر. این در واقع یه تو دهنی بود به مسیحیت. شما که میگید ابن الله، نه، ابن مریمه، مامانش او را زایمان کرده، نه اینکه پسر خداوند باشه. القاها الی مریم و روح من، حضرت عیسی علیه السلام روحی بود از طرف او. باز عزیزانی که قرآن میخونن میدونید بعضا یه کلمات اصطلاحی از نحو یاد گرفته باشن، میگن من من بعضی است. نه. که حتی در باب حضرت آدم ابوالبشر که داره خدا روحی از خودش را بر او القا کرد، بعضا اینجوری برداشت میکنن که خداوند دارای یه روحیه، حالا یه گوشه از روح خودش را بریده و داده به حضرت آدم که 40 روز میگن در همین خاک و گل اینا به سر میبرد، روحی از خدا که رفت این از جا برخاست. نه، این اضافه ها معمولا اضافه تشریفیه است، مثل بیت الله. این بیت الله خدا که خونه نداره که، مثل روح الله، این که خدا که روح که نداره که، روحیه از جانب خدا به جهت شرافت. میگن اضافهش اضافه تشریفیه است، نه اضافه حقیقیه. خداوند روحی را از جانب خودش بر او القا کرد، بعد خدا دستور میده. فهمید که اینجا من بعضیه نیست؟ نیست، قطعا نیست. اگر کسی من بعضیه فرض بکنه، به فرمایش آقا امیرالمومنین علیه السلام خدا را ذو اجزا فرض کرده، یه جزئشو داده، خب بقیهشو خودش داره. خدا نه جسمی داره نه روحی داره که بر اون سوار شده باشه. فآمنوا بالله و رسوله ولا تقولوا ثلاثه، این قلوبه، نگید ستا، انتهو، دست بردارید از این حرفای باطل، خیرن لکم، این برای شما بهتره که رو بیارید به یکتا پرستی. بعد بلا فاصله انما الله اله واحد. این چقدر از اینا تکرار شده؟ بله. انما الهکم اله واحد. یا اون یهودی که اومد به پیامبر سفلی ربک، قرآن اومد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، فوراً یکتا پرستی. از این بیاد بیرون، براتون بهتره. بهترم باز نه از باب افعال تفضیل باشه، حالا بهتره اون به بوده، این نه، یعنی این خوبه برای شما، این برای شما، این برای شما خوبه. سبحانه، بلا فاصله تنزیه میکنه از این عقاید پوچ و پوک شما، اون منزهه. سبحانه ان یکون له ولد، اون برتر از اینه که دارای بچه باشه. چرا؟ آخر معمولا اینایی که بچه میخوان یا میخوان سرگرمی زندگی داشته باشن یا به فرهنگ قدیم الایام برای سحاری و
برای حیوانا و اینا، این بچه‌هاشون خیلی براشون خدمت می‌کردن. در واقع یه نوع احساس عجزی داشتن که این پسران که می اومدن عصای دست بابا بودن. خدا که نیاز نداره، الله الصمد، له ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی تو این آسمون و زمینه از برای خداست، اون چه احتیاجی به بچه داره؟ به همینا هم احتیاج نداره. به همینا و کفا بالله وکیلا. آیه بعد رو باز در سوره مائده آیه 77، قل یا اهل الکتاب لا تغولو فی دینکم، غلو نکنید، لا تغولو فی دینکم، ببخشید، لا تغلو، ببخشید، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، حق رو بگید، از مجرای حق فراتر نیایید، ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا. آخر نوعاً مسیحیت هم الان همینجوران، دنبال اون کشیشای خودشون به راه افتادن که اینها قومی هستن که خودشون به گمراهی هستن، که قد ضلوا من قبل و اضلوا کثیرا، خودشون که به گمراهی بودن دیگران را هم شدن ضال و مضل. این همینه که در سوره حمد گفت وللضالین، که ضالین را ما برگردونیم به تبع روایات به یهود و نصارا، خودشون گمراه بودن به اضلال هم انداختن، و ضلوا عن سواء السبیل، از اون راه میانه و راه اعتدال یا همون صراط مستقیم اینا به دور افتادن، خارج شدن. یه آیه من حقیقتا وقتی این قرآن را دارم تلاوت میکنم از این آیه نمیتونم فورا گذر بکنم. چقدر ببینید این آیه عجیبه. و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس، تو این مردم گفتی اتخذونی و امی الهین، بیایید من و مامانم رو هر دو رو دوتا اله، من اله و اون الهه، برای خودتون من دون الله، به جای خدا بیایید من و مادرم را معبود خودتون قرار بدید. اونجا حضرت عیسی علیه السلام جواب میده، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اون چی که حق من نبوده من هرگز چنین حرفی نزدم، ان کنت قلته فقط علمته، اگر من گفته بودم تو میدونی که من نگفتم این حرف را، تو تعلم ما فی نفسی، اون چی تو این وجود من بوده تو دانا هستی، ولا اعلم ما فی نفسک، ولی اون چی تو داری اون را من اشراف ندارم، انک انت علام الغیوب. در موقع در بد و تولدش هم همین را گفت. یعنی اولین جمله ای که حضرت عیسی علیه السلام هنگام تولد گفت قبل از اونی که مسیحیت شکل بگیره پیشا پیش زد تو دهن اونا. بله. وقتی تهمت و رمی به زشتکاری حضرت پاکیزه مریم داشتن، خداوند بهش فرمود که تو دهانتو ببند، چیزی نگو، بقیهش با ما. وقتی اونها گفتن که یا اخت هارون، بابا این چه کاری بود، اشاره کرد به اون گهواره، بابا این بچه که حرف تازه به دنیا اومده چطور میتونه حرف بزنه، بیاد جلو بپرسی. اولین جمله‌ای که گفت قال انی عبدالله، عبدالله هم، ولی به اضافه این که آتانی الکتاب، بنده هم، ولی چه بنده، خدا به من کتاب داده و جعلنی نبی، یعنی آیندگان که خودتون را دارید به من میبندید، من که شما رو پیرو خودم نمیدونم، پیرو من یک تا پرست هست، من بنده خدا هستم، ولی بنده به اضافه نبوت. بسیار بله. خیلی ممنون و متشکرم. حقیقتا این بحث اگر برای
افرادی بیان بشه که تعصب نداشته باشند، راهی جز وحدانیت خدای عزوجل را حقیقتا نباید انتخاب بکنه و هر کس غیر از این مسیر را انتخاب میکنه باید برگرده ببینه که کجای کارش میلنگه، کجای کارش تعصب داره، مشکل مال خودش. بله. و دین مبین اسلام که در واقع ان دین عند الله الاسلام، از همون ابتدای خلق آدم تا به خاتم همه دین نامش اسلام بوده، هیچ انحراف و اعوجاجی نداره و تماما در مسیر صراط مستقیم هست و مردم رو به اون دعوت میکنه. اجازه بفرمایید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بیان برنامه رو با هم ببینیم و بعدش اجازه بدید بحث بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. میبری منو حرام نذار اینجا بمونم، داره اربعین بیا دل من حرام میخواد، داره اربعین نکنه جا بمونم، منی که یه نوکرم میبری منو حرام نذار اینجا بمونم، نذار اینجا بمونم با تو مهدوسم، با تو میبوسم، بیا و شاهی بکش بزن امزارو من رزبارو، مگه من دل ندارم کربلا وطنم دل به دریا میزنم، باورش سخت برام اگه امسال و نیام، مگه من دل ندارم کربلا وطنم دل به دریا میزنم، مگه من دل ندارم حرم زیباست هر و این قوغاست، خوش به حال زائرات منو دعوت کن، آقا قسمت کن، بمیرم تو کربلات، بمیرم تو کربلات، دلم یک من خیلی خوشحالم از این که شما بینندگان عزیز بعد از معرفی این کتابی که در حقیقت دیشب معرفی شد پیام‌های زیادی برای ما فرستادید و مجددا خواستار معرفی کتاب شدید و این برای من بسیار با
باعث افتخار بود از اینکه بینندگان عزیز شبکه امام حسین علیه السلام اهل مطالعه هستند و کتابی که در شبکه امام حسین معرفی میشه رو با یک دید دیگه ای بهش نگاه میکنند. اگر حاجای خانه اجزه بفرمایید یک مقدار راجع به این کتاب، چون مخاطبین زیادی در حقیقت پیدا کرد و علاقه مندان بسیاری پیدا کرد، یک مقدار بیشتر حالا راجع به این کتاب یا راجع به مؤلف این کتاب علامه سید هاشم بهرانی برای ما اگر صحبت بفرمایید ممنون میشم، تا بینندگان به خوبی با محتوا و در حقیقت آنچه این کتاب برای بیان کردن داره، چه در قالب مؤلف چه در قالب مؤلف، انشالله مطلب رو برای بفهم تا استفاده بکنم. بله، ایشون همون جور که دیشب هم اشاره شد معروف شده به مجلسی دوم. بله، چون مجلسی اول برای همه مقامش پیداست. بله بله، به جهت اون که بسیار اهل مطالعه، اهل قلم، اهل نوشتن، مخصوصا نوشتاریشون روی احادیث بوده، بیشتر روی احادیث. ایشون عالمی بوده، متتبع، محدثی بوده والا مقام، عالم عادل پرکار و صاحب تألیفات و تصنیفات بسیار که تألیفاتش را تا 80 کتاب نوشتن که ما یه تعدادش را در مقدمه معرفی کردیم. یکی از کتاب‌هایی که ایشون به قلم آوردن در دفاع از آقا امیرالمومنین علیه السلام، که قبلا کتاب خیلی قطوری و بلندی هم بود، بعد به چاپ جدید و اینها به زیور طبع آراسته شده و اینها، به نام غایة المرام در دفاع از آقا امیرالمومنین علیه السلام، خیلی کتاب سنجین و خیلی کتاب در واقع راهگشاییه برای کسانی که میخوان ولایت امیرالمومنین را از روی ادله پیدا بکنن، که این کتاب برای اولین بار در زمان ناصرالدین شاه به امر خود ناصرالدین شاه چاپ شد و ترجمه شد و چاپ شد و مجانا در بین اهل علم اون زمان قرار گرفت که راه امیرالمومنین علیه السلام هم ترویج پیدا بکنه. من از پاکی ایشون بخوام یه جمله عرض بکنم در عدالت، همین علامه سید هاشم بهرانی، همین علامه سید هاشم بهرانی مرحوم صاحب جواهر که کتاب ایشون به نام جواهر الکلام در شرح شرایع الاسلام آچار دست همه فقهای نجف و قم هستش، یعنی یکی از عمده کتاب‌هایی که کنار دست فقها هست همین کتاب جواهر هست. ایشون در بحث عدالت در باب نماز جماعت که امام باید عادل باشه، اونجا این بحث رو مطرح کرده که عدالت باید ملکه باشه یا نه به حسن ظاهر هم میشه، ما گناهی از این آقا ندیدیم میشه اقتدا کرد، یا جایی که عدالت کاربرد داره. بعضا گفتن نه، باید ملکه طرف باشه، نه حسن ظاهر، این کفایت نمیکنه. اما جواب از شخصی که فقاهتش میشه بگیم پهلوان فقه بوده، داره میگه در ردیه به اونایی که میگن باید ملکه باشه، باید ملکه باشه، میگه اگر بخواهیم این جنس نایاب را پیدا بکنیم جز در 14 معصوم، جز نه در دو نفر، اونا که عدالت نیست اسمت دارن اونها، جز در دو نفر. حالا ببینید این دو نفر ببینید کیانن که آقای صاحب جواهر معرفی میکنه، یکی آقای مقدس اردبیلی مرحوم شیخ احمد، یکی هم فرموده صاحب جواهر، ببخشید صاحب همین کتاب علی و سنت مرحوم سید هاشم بهرانی. ببینید اینا در چه مقامی از پاکی قرار گرفته بودن که اون شیخ الفقها یه چنین تعبیری از ایشون داره، ما اگر عدالت ملکه‌ای بخوایم معرفی بکنیم فقط این در این دو نفر بخوایم نشون بدیم، بگیم آقا بیاد این آقا رو ببینید، این سید هاشم بهرانی عدالتش عدالت ملکه‌ایه. این همه علمای والا مقام ما داشتیم، اینا رو انگار همه رو گذاشته کنار ایشون. ایشون مؤلف این کتاب هست که
از سویدای دل دلسوز آقا امیرالمؤمنین علیه السلام، شب و روز زحمت کشیدن این یه قلم کتاب و حقیقتا دفاع خوندن داره این آقا. کتاب که بالاخص در مورد آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست و مورد دیگه این که به لطف اهل بیت و سعی و تلاش شما به فارسی هم ترجمه شده. بله ما هم از که احیانا عربی کتابایی که معمولا داریم ترجمهش میزنیم مثل همون سه ماه با فضیلت رو که شب اول عرض کردیم برای هر دو طایفه، اونایی که بخوان عربی بخونن یا اونایی که بخوان فارسی، یعنی عربی اومده روایت بعد ترجمهش با فارسی هم اون کتاب هم این و کتابی که انشالله فردا شب بسیار عالی انشالله که کتاب خوندن اصولا کار بسیار پسندیده و زیبایی هست. چه بهتر که کتابی که می‌خونیم بر معرفت ما نسبت به اهل بیت اصالت طهارت اصل هم همین بیفزاید و اصل هم همین هست و انشاءالله که وقتمون رو صرف بهترین ها بکنیم. کتاب داستان هست، کتاب تاریخ هست، حالا من کتاب‌های زالدار اصلا مد نظرم نیست، اونها رو که جزء دستیجات کتاب به حساب نمی‌بریم، ولی که کتاب تاریخ، کتاب داستان، کتابی که میتونه این وسط از همه درخشان‌تر باشه بعد از قرآن کریم و نهج البلاغه، کتابی هست که در مورد اهل بیت عصمت و طهارت، در مورد معارف اهل بیت عصمت و طهارت میاد صحبت میکنه و بر در حقیقت معرفت ما نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت میافزاید. آقا بریم سراغ اجازه بفرمایید من فرمایش شما رو تکمیل کنم، وقتمون رو صرف امیرالمومنین علیه السلام بکنم، ارزش پیدا میکنه وقتمون، مطلب همینه. دقیقاً همینطوره. جا بریم از بازتون سراغ بحث که بخوایم بریم، من دوستم این سؤال رو از حضرت عالی بپرسم که با توجه به اینکه آقا رسول الله صلی الله علیه و آله در جای جای بحثشون و صحبتهاشون به ولایت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام اشاره فرمودن و در بحث قدیر هم دیگه طبق اون آیه که نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم، اونجا هم در حقیقت ولایت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بیان فرمودن و به نحوی میشه گفت در مراحل دیگه از زندگی خودشون پیش بینی کرده بودند که چه اتفاقاتی برای اهل بیت خواهد افتاد. میخوام بپرسم که در باب افراط و تفرید پیش بینی های آقا رسول الله صلی الله علیه و آله چی بوده و در حقیقت آیا از باب افراط و تفرید بر امت خودشون نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت میترسیدن یا اینکه نه اطمینان داشتن که به گمراهی نخواهند افتاد؟ خوشبختانه فریقین همین را آوردن، هم اونا در کتبشون نوشتن در باب افراطی که و تفریطی که در حق آقا امیرالمومنین شد، هم خب شیعه به وفور نوشتن. من یکی دو روایت در این زمینه براتون عرض میکنم. یکی از دغدغه های فکری آقا رسول الله صلی الله علیه و آله همین بود که مردم پا را از جاده حق و حقیقت خارج نگذارن، لذا تأکید میکرد با امیرالمؤمنین علیه السلام باشید. فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی یدور حیث و ما دار. اتفاقا همین نکته را به بله ابن عباس هم فرمودن، به دیگران هم فرمودن. فرمود یه روزی میاد که یه ظلمت بسیار تاریک و شکننده‌ای بر شما وارد خواهد شد، در اونجا علیکم به شیخ علی ابن ابی طالب علیه السلام. من گاهی این روایت رو که میخونم یه خوشحالی سرشاری هم به ما دست میده که آقا امیرالمؤمنین رو هم شیخ خطاب کردن، علیکم به شیخ علی ابن ابی طالب، چون شیخ اینجا به معنای همون بزرگ، به معنای دارنده علوم کثیر، چون در لغت عرب شیخ به معنای بزرگ پنج معنا آورد، ولی کلمه کثرت تو همه اونها خوابیده، یا کثیر السن یا کثیر المال یا کثیر القبیله یا کثیر الاولاد یا کثیر العلم. فرمود علیکم به شیخ علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، یعنی اگر میخواهید نروید به افراط و نه به تفریط. و همون فرمود آقا امیرالمومنین دیشب عرض کردیم، فرمود راست و چپ هر دو مزله است، گمراهیه. فقط فرمود همین
جاده مستقیم را بگیرید بیاید. یه روایتی یه وقتی من عرض بکنم، می دیدم که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله بین اصحابشون که نشسته بودن، کوچه های اون موقع هم همش خاک بود و نه آسفالت و نه آجر. حضرت که نشسته بودن یه چند تا خط کشیدن روی زمین، از این طرف از اون طرف، همش اومد به طرف خودش. بعد یه خط وسط اونها بر روی همه این خطوط کشیدن، فرمود ببینید این خط همه اون خطها را در هم شکست. یعنی خطی که از اون طرف یا از این طرف که همون میشه افراد، همون که میشه تفرید، اینا همش مزله است. اینی که به طرف من داره میاد این درسته و این غیر از امیرالمومنین علیه السلام هیچ کی نیست. این روایت از آقای امام جعفر صادق علیه السلام که از پدران بزرگوارشون علیهم السلام، از مولا امیر مؤمنان علیه السلام، که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن یا علی، فرمایش شما مثلک فی امتی مثل المسیح عیسی ابن مریم. اهل ادب میگن یه چیزی رو که به چیز دیگه دارن تشبیه میکنن، مهمترین نکته وجه شبهه، که اگر بفهمیم برای چی این رو به اون تشبیه میکنن مطلب حله، قصه تمومه. مثلا وقتی داریم میگیم زیدون کل اسد، معلومه به قدش نیست، معلومه به سرعتش نیست، معلومه به درندگیش نیست. این که میگن آقا اسد الله الغالب، از اون شجاعت هست، وجه شبه شجاعته. عکسش هم همینجوره که حالا دیگه میگم ترجمهش نمی کنم، که میگن فلانی مثلا کل هماره، این دیگه یعنی روی حماقت. از وجه شبه اگر از تلاش و کوششش نمیگه، وجه شبه که پیدا شد قصه حله. الان خب در زمینه های زیاد میشه آقا امیرالمومنین شباهت به حضرت عیسی علیه السلام، چون او ولی خدا بوده، آقا امیرالمومنین هم ولی خدا. این آقا نمیخواد بگه، فرمود مثلک فی امتی مثل المسیح عیسی ابن مریم، داستان تو یا علی همانند داستان عیسی پسر مریم. ببینید حتی خود آقا رسول الله هم عیسی را به صورت مفرد نمیاره، به ترکیب اضافی میاره عیسی ابن مریم. اینم یه تو دهنی باز به نصارا و مسیحیت. افترق قومه ثلاث فرق، قوم حضرت عیسی علیه السلام به سه فرقه عمده متفرق شدند. حالا به ذهن شما خطور نکنه که فرمود اون قوم 72 سه فرقه و اینها، این از این حیث میخواد سه فرقه‌ای که الان نام میبره. فرقتون مؤمنون، این همونه که صراط مستقیمه، نه افراد داره نه تفرقه. فرقتون مؤمنون و هم الحواریون، یه فرقه اهل ایمانن که اینها همون حواریون و خصیصین درگاه حضرت عیسی علیه السلام بودن. اینم باید دونسته بشه که به عقل بودن اینها همیشه، و قلیل من عبادی کمن اینها. و فرقتون عادو، یه فرقه هم با ایشون دشمنی کردن، و هم الیهود. اینا رو میتونیم چی اسمش بگذاریم فرقه دوم را؟ اینا همونایی هن که افراد کردن، دشمنی کردن تا جایی که به اصطلاح خودشون به دار کشیدن و اعدامش کردن. و فرقتون غلوفی، یه فرقه هم در حق ایشون باز از همون دنده افراد اومدن، به قلوب اومدن. اون فرقه دوم به دشمنی اومدن که گفتن بابا این هیچ اعتباری نداره، اگر از صفحه روزگار برطرف بشه دنیا گلستان میشه. یه عده گفتن نه بابا این خود خودشه، خود خداست، خود خداست. و فرقتون غلو فیه، در باب ایشون غلو کردن، نتیجه فخرجوا عن الایمان، از ایمان خارج شدن. این در باب حضرت عیسی علیه السلام بود.
و ان امتی ستفترق فیک، در باب تو همین اتفاق میفته. ستفترق فیک ثلاث فرق، ففرقتون شیعتو که یه فرق شیعیان تو هستن، و هم المؤمنون قد افلح المؤمنون که آقا فرمود قد افلح به ولایتک یا علی، اینها به ولایت تو به فلاح و رستگاری. و فرقتون عدو که یه فرق هم دشمنان تو هستن، و همو شاکون. برگردیم به عرایض شبهای گذشته، فرمود اون مغضوب علی کیا هستن؟ شاکون هم. این شاکون یعنی همونایی که دشمن آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. ببینیم ما توی این سوره چقدر ولایت و براعت داری میخونیم، فقط الله اکبر وللظالین، برو رکوع تموم شد قصه. اگر انسان توجه داشته باشه ببینه این آیات چه کار میکنه، بله. کیا رو داره آن تحویل میگیره، کیا رو داره پس میزنه. و فرقتون تخلوفیک، یعنی این دغدغه پیغمبر بوده، و یک گروهی هستن که اینا در باب تو غلو میکنن، و همول جاهدون، اونایی هستن که جهد مقام تو را دارن. و انت فی الجنه یا علی و شیعتک و محب و شیعتک و عدوک و الغالی فی النار، تو و دوستان و شیعیانت در بهشت، یعنی اونایی که در صراط مستقیم بودن، و دشمنان و اهل غلو. مراد از این دشمنان یعنی همون شاکون، یعنی غیر المغضوب، این مغضوب علی. و نکته بعد فرمود اونهایی که به غلوان، فرمود هر دو دسته، چه اونی که در واقع به شک باشه، چه اونی که به غلو باشه، هر دو مسیرشون الانار هستش. بسیار عالی آقا، مبحث بسیار زیباست. من در این مطالبی که بیان فرمودید دو مسئله هست که حتی همه بسیار زیبا بود، هم بحث آنهایی که در راه میانه و در راه اعتدال حرکت میکنن، هم بحث کسانی که افراط میکنن یا کسانی که تفریط میکنن، چه کسانی که منکر میشن و چه کسانی که در حقیقت افراط میکنن و حضرت عیسی رو خدا می انگاشتن. و آقا رسول الله چه زیبا در این مثال آقا امیرالمؤمنین رو تشبیه کردن به حضرت عیسی، من از این باب و از این حیث و از این وجه شبه که فرمودید. من یه مطلبی به ذهنم رسید، این ایام هم ایام سوگواری آقای امام حسین و البته ایام عزاداری شهادت 3 ساله آقای امام حسین علیه السلام به بی رقیه سلام الله علیها هست. من میخوام فقط این مطلب رو عرض بکنم که خیلی قشنگ فرمودید، اگر آدم وجه شبه رو پیدا بکنه نه. اون وقت دیگه ایراد به در حقیقت تمثیل وارد نمی کنه. کسانی که میان میگن انا کلب و رقیه، اگر وجه شبهشون در حقیقت وفاداری سگ باشه، الان همه میگن که وفادارترین حیوان سگ هست، یک نون خشک به سگ داده بشه تا عمر داره صاحبش رو فراموش نمی کنه. و اگر وجه شبه درست متوجه بشه، وقتی کسی میگه انا کلب و رقیه، منظور نجاستش نیست، منظور خدمت رو عرض بکنم بدخلقی یا در حقیقت رفتاره بد است، منظور وفاداری این حیوان هست نسبت به بی بی رقیه. و انشاءالله که ما باشیم این گونه وفادار نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت. من اگر اجازه بفرمایید میخوام برم سراغ اجازه تکمیل فرمایش شما. ما چون شغل اصلیمون در واقع توفیقیه که خدا داده عزیز، خلاصه بر این منبر می نشینیم عزیز، حالا یا خودمون میریم یا خلاصه خدا توفیق داده. من یادم نمیره یه مجلسی که خیلی خواهان ما هم بودن، مصیبت حضرت صدیقه ام الائمه علیهم السلام که داشتم می خوندم که به این نکته کشید که حضرت موقعی که اون جانی اومد پشت در، گفت دختر پیغمبر و جوجه های پیغمبر، بله. و اینا خیلی به دماغشون خورد که چرا من بچه های حضرت صدیقه رو تعبیر کردم به جوجه، در حالی که خود پیغمبر هم داره. حتی آقا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میخواد تبعیت 100% خودش رو به آقا رسول الله برسونه، میگه من همانند یه بچه شتری که دنبال
آقا از این جور حرفا نزن، اولا که خود آقا رسول الله را تو چی کردی گفتی شطوره خودتان این ببینید یه بچه شطور را شما اگر نگاه بکنید بچه شطور همیشه این کنار مادرش یه لحظه جدا نمیشه هر کجا بره، یعنی اینقدر من تبعیت داشتم این نمیخواد بگه شطور. ولی به یکی آقای زنگ زد و اینا به ما گفتم بابا این اشعاری که شما تو روزه ها میخونید کبوتر من مفرز لانه، تو که مادر این بچه هارم کبوتر فرض کردی. ولی گفت حالا باشه من میخونم تو از این حرفا نزن. گفتیم باشه ما از این حرفا ببینید این دیگه یه مقدار کم لطفیه. یا جان به قول معروف یه مستمع باید عاقل باشه. بله همین که شما بله. فرمودید در واقع اظهار کوچیکیه اون که من اگر کسی بخواد در حقیقت به قول معروف حالا ما بحثون داره وارد یه شاخه دیگه میشه به قول معروف ملا لغتی بخواد باشه طرف بخواد ایراد بگیره و مفهوم رو نگرفته فقط ظاهر رو نگاه بکنه بله. از این جور ایرادا به خود قرآن بله. هم گرفته شده بله همینطور و السلام نامه بله. تمام به خود قرآن هم ایراد گرفته شده. آقا من فرصت فقط 5 دقیقه داریم تا انتهای برنامه، من یک سوالی رو اینجا در حقیقت یادداشت کردم که از حضرت عالی بپرسم، فکر میکنم جوابش خیلی بلند نباشه. 3 دقیقه من اجازه اگر بفرمایید ازم این بحثی رو که در واقع دنبال فرمایش شما ما ادامه دادیم بحث قلوب را، الا من دیشب میخواستم از سوره حمد بیایم بیرون بله، ولی انگار ما فردا شب هم مهمان همین سوره هستیم. چه بهتر که آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در واقع که شاهکار قرآن همینه که در این سوره بله. به نهایت تونسته آقا امیرالمومنین نه امیرالمومنین حتی اونایی که مخالفه چه میتونیم بگیم ولایت را چه میتونیم بگیم براءت را مشخص کنیم. ای کاش وقتی به نماز می ایستادیم به این 2 نکته توجه میکردیم که ما دنبال ولایت هستیم و همچنین باید با بال براءت والا این نماز از این سقف بالا نخواهد رفت. اگر انسان توجه داشته باشه نمازم را با ولایت مولا، اینا دیگه صحبت درویشی نیست، صحبت پیغمبره که اصل هست. ولایت باید همراهی بکنه این نماز بره بالا و الا پشیزی ارزش نداره. انشالله فرصت بشه شبهای آینده روایاتی که عمل هیچ عاملی جز به ولایت قبول درگاه خدا نیست عرض خواهیم کرد و بعد اون که ولایت بود باید براءت باشه. من متاسفانه الان چه از اهل منبر بله. یا غیر اهل منبر میشنویم که میگن اونا هم بچه های اهل بیت را خود اهل بیت را کوچولوهاشون را بزرگاشون را دوست دارن بله. حتی یکی از این خلاصه گویندگان شیعی که خلاصه هم لباس و هم مسلک ماست میگه اونا تازه جلوتر از ما هستن، شما اسم بچهت میگذاری حسن و حسین. من تموم کردم. اسم بچهشون میگذارن حسنه. اینا باید بدونن تا دنبال ولایت و دوستی براءت نباشه اون یه شاهی ارزش نخواهد داشت. این بحث بسیار مفصلیه، انشالله فردا حتما به اون خواهیم پرداخت. متاسفانه الان فرصتمون در حقیقت به پایان رسیده. بسیار متشکرم از استادی. بینندگان عزیز از شما هم سپاسگزارم، با ما همراه بودید. التماس دعا و یا حسین.